سلام به همگی، وقتتون بخیر. از اونجایی که این روزا سید علی وافور حسابی آبلمبو شده و از هر طرف داره تو سری و توپوزی میخوره، به شدت نیاز داشت که نمایش جمعه دیروز رو بسپاره به یه هوچی گلوپاره کن. واسه همینم خرچنگ نظام و فرستاد جلو تا همچین بوفالووار ماغ بکشه و وضعیت پتال عظما رو پنهون کنه. مگه پنهون کردنی آخه گوریل؟ پس از توافق نامه قرار بود اینا مثل بچه آدم حرف بزنن. دیدیم حداقل 3 تحریم پس از توافق نامه و 15 بار تهدید نظامی در کلام اینها بوده. بدبخت فلک زده خیلی زور زد که تریپش همچین لولو خورخورهی بشه. همه همین که دم باز کرد پوی زهر زد بیرون و دیریم دام دام دارم رام دام دارم رام. اینجا بود که خرچنگ نظام مجبور شد دلا رو ببره به صحرای آریزونا و آبخوره گیری واسه ساختمون جاسوسی عظما تو آمریکا. اخیراً در آمریکا آمدن ساختمان بنیاد علوی رو که هیچ ربطی به دولت نداره، یک تشکیلاتی کاملا مردمی، توش امور مذهبی، امور خیر، آموزش زبان فارسی، دادگاهی آمده این رو به اصطلاح مصادره کرده، حکم مصادرهش هم داده و واقعا عجب دشمنان استکباری بیرحمی پیدا میشن. بابا آخه با امور خیریه و کلاس فارسی عظما چی کار داری؟ حالا گیرم اون وسط مسطا یه جاسوسی هم کردم، یه مراودات تروریستی هم داشتم. آخه پس مذاکره واسه چی بود؟ پس اینجا دیگه نقطه ایه که این مسئولان دنگل مذاکره کننده قاط بزنن و میز رو چیکار کنن؟ چپ کنن. مسئولان مذاکره کننده ما وقتی وارد مجلس مذاکره میشن و با طرف امریکایی مواجه میشن، با این نگاه وارد بشن که با دشمنی چینه‌توز و کاملا غیر قابل اعتماد طرفن، هیچ اعتمادی به اونها نیست. اونچنان که در عرصه مذاکرات سیاسی هماوردی میکنید، در عرصه اظهار نظرهای سیاسی هم وقتی رئیس جمهور امریکا دریوری میگه، رئیس جمهور ما محکم بزنه تو دهنش. آقا یکی بیاد تریبون از جلوی این خرچنگ منگ برداره. آخه آی کیو، میز مذاکره که جای تو دهنی زدن نیست، جای نرمش ذلیلانه است. این همه هارت و پورت کردی تا آخرش بگی بری تو مذاکره هم آوردی کنی. بابا جون در عرصه سیاسی فضای مجازی هم هماوردی کنید، نکنه منطق آقایون این باشه جواب بدی را باید با خوبی داد، این مال خودی ها. یا نبه اون اولدروم بولدروم های قبلی تو که آی تنگه هرمز رو میگیریم و وای منافع استکبار رو به خطر میندازیم و این حرف ها، نبه این هماوردی، اونم تو فضای مجازی. آقا ما قبلا یه تصویری از این زهر داشتیم، یه تصویری الان میبینیم. بابا نابودی عظما، نابود. یه تفکری رو کسانی دارن درش میدمن که اگر این مذاکرات شکست بخوره نظام آسیب میبینه، نمیشه بدون امریکا زندگی کرد، اصلا اگر رابطه با امریکا برقرار شد ایران گل و بلبل میشه، رابطه با امریکا حلال مشکلات. والله همه اینها دروغه، نظام ما نظام محکمیست. آره خیلی محکمه، پس باسی چی اینقدر بیخاش میریم؟ از همین تفکری که کسانی دارن درش میدمن معلومه که
نظامتون تا کجا محکمه؟ آخه باد کنک زهر زده هست و نیست ولایت و آشلاش کرده، ریزش تو نظام بیداد میکنه، همه بی‌حوصله شدن. بعد تو واسه ما دم از محکم بودن نظام میزنیم؟ بی‌حوصلگی یعنی چی؟ بعضیا میگن آخه تا کی بگیم مرگ بر امریکا؟ تا حالا شده بگی تا کی نماز بخونیم؟ تا کی روزه بگیریم؟ تا دشمن هست جهاد هست. جمع کن بابا کاسه کمچتو، این همه داد و هوا رو عربده کشی کردی، بعدش آخرش دوباره رسیدی به همون شعار تاریخ در رفته مرگ بر امریکا. راستی چرا از تافتون شدن ولایت تو جریان اوین نگفتی؟ چرا قطنامه رو نگفتی؟ ابو طالبی چی شد؟ ببخشید آب طالبی چی شد؟ دوره هارتوپور دیگه تموم شده، هر چقدر زور بزنی ریش زهر چکونت همه چی رو لو میده.